معمولا واسه یه کارایی که میکنیم یا چیزایی که میبینیم یا چیزایی که میشنویم یه دلیل داریم. اون دلیله، اون چراییه خیلی چیز مهمیه. این اولین اپیزود از یه برنامه‌ایه که قرار به همین چرایی ها بپردازیم، اما از زبون شما، یعنی از زبون من، اما از دید شما. درست گفتم؟ سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ من مستر چکم و خیلی خوشحالم میکنی اگه توی یوتیوب و اینستاگرام دنبالم کنی، اون زنگوله رو فعال بکنی و اگه این ویدیو رو بفرستی برای رفیق رفقات که دیگه عزیز دلمی. بریم سراغ اصل مطلب. من یه کوئسچن باکس گذاشتم توی اینستاگرام، مگه غیر از اینستاگرام میشه کوئسچن باکس گذاشت؟ نمیدونم. بگذار، پرسیدم که چرا رپ گوش میدین؟ یعنی هدفم از این سری ویدیوها اینه که از نظر شما ویژگی‌های هر سبک یا بعداً هر خواننده، موزیک هر خواننده رو ببینیم چجوریه، چی داره که ما رو جذب بکنه بریم سمتش. یه خیلی جواب دادین که میخواییم نگم کلش، چون واقعا کلش رو نمیرسیم، نیم ساعت ویدیو میشه، ولی سعی میکنیم که تکراری‌ها رو نکنیم، بقیه رو تا حد ممکن پوشش بدیم. نوشته که به هم انگیزه و امید میده واسه ادامه راهم. اینو من بالای 100% موافقم. چرا؟ چون خودم با خیلی از آهنگای یاس و شایه به شدت توی دوره ای انگیزه گرفتم و یه کاری رو ادامه دادم. نوشته من طرفدار رپ نیستم اما گاهی پاپ جوگو نیست. راست میگه، خیلی از مسائل توی پاپ نمیشه گفت، یعنی اصلا نمیگن، نمیتونن بگن. سبکش به اخلاقیات هم میخوره و سبک آزادی هست و داخلش میشه همه مسائل رو بدون هیچ گونه تیغ سانسوری توش بیان کرد. آره میشه، راست میگه. اونم به خاطر اینه که خب مجوز نداره. پاپ هم مثلا اگر فرض کنیم که آرنبی یه سبک نزدیک به پاپه، خیلی از بچه‌هایی که آرنبی کار میکنن و مجاز نیستن و داخل ایران نیستن یه چیزایی میگن بعضی وقتا، اما خب داخل ایران مسلما نمیشه. حالو خوب میکنه، انگیزه میده، لازم باشه ناراحت هم میکنه، عاشق هم میکنه، باعث میشه اعتراض کنم. من هر چیزی که لازم داشته باشم. راست میگه، تنوع سبکی رپ خیلی زیاده. تنوع سبکی، تنوع موضوعی رپ خیلی زیاده. شعراش یکم آدمو به فکر میبره، به فکر فرو میبره. تنوع داره، بیسانسورتر. بیسانسور الان دو بار تکرار شده و این چیزم خوب بود. بریم بعدی. حس حالش یه جور خاصیه که هر وقت گوش میدی انرژی دو برابر میشه. خب از اون طرف هم یه آهنگایی داره که هر وقت گوش میدی کلن صفر میشه، انرژی پر میشه. این هم هستش دیگه. این توی دو سبک فکر میکنم باشه، توی پاپ هم این هستش. حقیقتاً حرفایی که توی رپ میشنوی 100 برابر قشنگتر و به درد بخورتر، محدود به عشق و رابطه نمیشه. چند تا هم شایعه، نمیدونم دیگه، باز نشده چیزش. بس محدود به عشق و عاشقی نمیشه. اکثر آهنگای پاپ، اکثر نمیگم تموم، اکثرشون خب چیزه مربوط به مسائل عاطفیه. یه سری حرفایی ته دلمو میگه و من با این که فکر به چی؟ من با این فکر که به گوش خیلی ها میرسه خالی میشم. فهمیدین چی رو میگه؟ یعنی این که خودش رو میذاره جای خواننده، میگه که ای این حرف دل من بود، چجوری این خواننده گفت؟ دهنش سرویس، دمش گرم، حرف دلم رو زد، پس یه نفر دیگه هم عین من هست. این همزاد پنداریه قشنگه، واقعا واقعی تر از همه لحاظ. تکس رپی یعنی واقعیت زندگی، نه چون معمولا در شعرش حرف برای گفتن داره. آره درد داره شعرش، این هم میشه گفت. البته سبک پارتی هم داره که هیچ دردی نداره، بیشتر از مهمونی و این داستان ها میگه. چون گاهی اوقات بعضی از آهنگای این سبک حرفی دلمو میزنه، اینو قبلا گفته بود. چون دوست دارم، مرسی قربونت، چون بیشتر میتونم توش واقعیت‌ها رو ببینم، چون بیشتر به دل ما نزدیکه، از دل جامعه میاد. منظورش این بوده و درسته. همزاد پنداری زیادی میتونم باش بکنم، همون واقعی بودنشه. همزاد پنداریه فکر میکنم درستش، چون مثل یک جامعه میمونه، همه جور
طرز فکر و همه جور آدم در سطح‌های مختلف و کلام‌های مختلف، این برای من جذابه. انصافاً قشنگ عنوانش کردیم. دایره لغاتت گسترده میشه. خیلی لفظای جالبی میان بچه‌ها. اینم درسته، چون چارچوبی تو محتوا نداره و میشه هر نوع انتقادی و موضوعی رو توش استفاده کرد. اینم به خاطر مجاز نبودنشه که خب اگر این یه پوان مثبت باشه، از اون طرف این پوان مثبت باعث یه پوان منفی شده که خب غیر مجاز و نمیتونن اون درآمدی که باید داشته باشن و داشته باشن. البته الان خیلی بهتر شده، ولی در کل به نسبت پاپ خب خیلی درآمد رپیا کمتره توی ایران حداقل. برای بالا بردن درک و فهم و شعور در مواجهه با هر چیزی، مشکل جامعه، سیاست یا درد جامعه، این درسته. ولی خب خیلی از آهنگام هستن که برعکس عمل میکنن، یعنی یه جوری به تو القا میکنن که انگار همه چی اوکیه، یا یه جوری تو رو به یه سمت دیگه سوق میدن و اینا هم هستش. من شعر رپ نمیسم و صداشو دارم و هر کسی هم دیده حال انگیزه میده، انگیزه دادن رو خیلی ها گفتم و من خودم اولش گفتم که اصلا یکی از انگیزه های زندگی من مثلا آهنگای اولی شایع و این داستان ها بوده. واقعیت هایی که توی رپ بیان میشه رو دوست دارم، منم دوستشون دارم واقعا. رپ یعنی هجامت روح، تنبیه قضاوت کور، هم آره هم نه، چون همه رپرها اینجوری نیستن. ما همه نوع، چون به خاطر همون طیف وسیع کسایی که توی رپ فعالیت دارن، هر کدومشون خب یه طرز فکری دارن، همونو دارن به مخاطباشون القا میکنن. اینم هستش، ریتمش هیجان داره، متنش هم یه هدف داره برعکس موزیکای سبک دیگه. اینم درسته، ریتمش رو خیلی باش حال میکنن و یه نکته‌ای که داره، ریتمش تکراری نمیشه در طول زمان. این نکته خیلی جذابیه. ریدم دهنت خور. وقتی گوش میدم از درون احساس قوی بودن بهم میکنه. راست میگه، همون بحث انگیزه دادن است. قافیه جذاب، درسته، بهم انگیزه میده. تکساش مفهومیه تمام. تکساش سنگینه و بدون نظارت وزارت ارشاده و حقیقته و از دل جامعه و خیابون است. خواننده‌هاش مردمی‌ترن. درست، 100% درست. اینم یه نکته ای که تا قبل از این بهش اشاره نشده بود. یه پیام دارم برای رپرای عزیز. این که از اعماق دردت بخوای بدون پرده حرف بزنی کار خیلی بزرگی، برای همین رپ گوش میدم. اینم باز برمیگرده به همون همزاد پندریه فکر میکنم. این رپ تنها سبکیه که دیدم که میتونه تو هر شرایطی که هستی بهت انرژی بده. و اینکه خواننده‌ها از زندگی واقعیشون میخونن، نه خیلی هاشون هم از زندگی واقعیشون نمیخونن. مثلا من یادم چند سال پیش اگر اشتباه نکنم سیجل یه مصاحبه کرده بود که طرف ازش میپرسه که چرا مثلا میگی ول کردم کار و درس و این داستانا رو، ولی مثلا فوق لیسانس یا دکترای فلان رو داری. میبینیم چی میگم؟ بیا مثلا علیش مست برگردیم خیلی عقبتر، یا خیلی های دیگه تأثیرات بالایی دارن ولی مثلا توی موزیکاشون یه جوری دیگه بیان میکنن. و توجیهشون هم این بوده که ما یه کاراکتر ساختیم برای موزیک که اون کاراکتر این کارا رو کرده، اون ما نیستیم. این هم هستش، حرف دله، چون رلم دوست داره. بله، گوش نمیدم چون توش تنوع توش زیادی. چی؟ آزادی بیان. آره، چون آزادی عقیده داره برای هر سلیقه‌ای. آهنگ داره پارتی و دف و عاشقانه و دارک، بیشتر کارا دلیه، برای همین به دل میشینه. موافقم، چون رپر سعی میکنه حقیقت جامعه رو در قالب یه ترک بده که باورپذیرتر باشه. خب این میشه سبک مثلا اجتماعی و سیاسی و این داستانا که دور از واقعیت نیست. چون آگاهی میاره به نظرم، چون همیشه محدودیت ها رو کنار زده، مثل نوریه که اینقدر قویه از روی پرده هم اتاق رو روشن میکنه. بابا عجب توصیفی کردی.
مستر آرت ورک 1377-1400 میشه 17 ساله چه؟ 17؟ نه 77-97 23 سالشه. دمش گرم، عجب چیز پری گفت، حال کردم، خیلی حال کردم باهاش. راست میگه، چون خشم درونم رو تخلیه میکنم اینجوری. اینم نکته خیلی قابل توجهیه که خب خیلی از آهنگا حالا یا اعتراضی هن یا اصطلاحا گنگن و یه سری هاشون مثلا فوش میدن، یه سری ها یه اعتراضایی میکنن بابت مثلا یه شرایطی که هستش، و این حرف دل خیلی از ما هاست که ممکنه یا بروزش ندیم حالا به هر علتی، یا نتونیم بگیم جفتش یکیه، و وقتی اون آهنگه رو گوش میدیم باز بحث اون همزاد پنداریه پیش میاد که این هم نکته قابل توجهیه. دمشون گرم. چون مثل بیشتر پاپ ها چرت و پرت نیست، یه چیزی میگه. توی پاپ هم گفتش بیشتر پاپ ها، چون بیشتر رو گفت، نگفت همه پاپ ها، من موافقم. راست میگه. ناچاری از بس پاپی ها ضعیف کار میکنن. صداقت تو دوست داشتم. برای من چون یه جورایی اون کمبود هامو فریاد میزنه، احساس میکنم یه نفر داره چیزای منفی درونمو قشنگ بروز میده. این همون نکته‌ایه که تتلو دست گذاشته روش. به عنوان مثال توی یه سری از آهنگاش کلن مثلا میزنه به اون درش، دیگه قشنگ خودش رو تخلیه میکنه، و خیلی از کسایی که گوش میدن این همزادپنداری باز برمیگرده به اون همزادپنداریه که اون چیزایی که حالا به هر دلیل یا میترسی بگی یا شرایطش پیش نمیاد بروز بدی رو اون طرف میگه، تو فکر میکنی که این هم همونه. چون شعراشو زندگی کردم، جالب بود. چون از درد جامعه میخونن. من تا الان فقط رپ های یه خواننده رو گوش دادم، نه اینکه بخوام فنش باشم یا بگم رپ فقط فلانی، نه، فقط چون آزادی بیانی استفاده میکنه که با من سازگارتر، و بیشتر وقتا دردایی رو میخونه که باید شنید و براش فکری کرد. دیگه ادامه ندادی. بعضی رپرا آیدا بعضی رپرا واقعا دردایی رو تو بعضی آره و نگاهشون میگن که باید روشون تحمل کرد، و با زبان عامیانه تر. به خدا نفهمید پیام آخریه، نفهمیدم چی گفت، اینقدر پیچیده بود. من خودم ترجیحم اینه، بارها هم گفتم اصلا نمیترسم از این، که من همه جور موزیکی گوش میدم و اون چیزی که باهاش حال میکنم و اجازه میدم که بار دومم پلی بشه. یعنی فرقی برام نمیکنه که رپ باشه، پاپ باشه، سنتی باشه، خارجی باشه، چه میدونم هر چی، چیزی که حالمو خوب بکنه من اونو گوش میدم. اوکی، رپ هنر خواننده است، یعنی بها داره. تو بحث نوشتن فسخونی و فلو رپ آدمو خیلی عمیق وادار به فکر میکنه، به آدم انگیزه میده. منظورش فکر میکنم این بوده که کل فرایند موزیک، یعنی بیشتر بار موزیک به عهده خود خواننده است، هم ملودیش، هم تکستش، هم اجراش، و این باعث میشه که فکر کنیم که مثلا اون خواننده خیلی انگیزه داره و ما هم ازش انگیزه میگیریم. من یه همچین برداشتی کردم. برای اولین باری که شنیدم باعث شد ذهن و دیدگاه هم بازتر بشه. هنوزم در جستجوی همونم، به اضافه علاقه‌ای که ایجاد شد. قشنگ بود. رپ واقعا بی‌پرده است. واقعیت جامعه رو بیان میکنه و نگرش رو نسبت به جامعه بازتر میکنه. چیزی فراتر از ایجاد خیال، ایجاد حال خوب. قشنگ بود. باش راحتم همین. حس گنگ بودن میده به آدم، حال میاد. این بحث همون باز مثلا همزاد پنداری است که اون چیزایی که اون حسایی که توی دلمون داریم، توی وجودمون داریم و نمیتونیم ابرازش کنیم، یکی دیگه این کارو میکنه و ما قشنگ فکر میکنیم که اون خودمونه. چقدر گاوی که تو شب تاسوها ریاکشن میدیم. چه ربطی داره بابا؟ حال میکنم باهاش. مرسی. دلیترین و باحسترین موزیکا به نظرم رپه. خیلی نزدیکی زیادی میکنی باهاش. تا الان بیشترین چیزی که از سبک رپ
شما انتخاب کردین، یعنی به خاطر اون گوش میدین این سبک و این همزاد پنداری است. ویدیو یکم داره طولانی میشه، اگر یکم خسته شدی میتونی سیوش کنی بعدم ببینید. دمتون گرم. خودم وقتی رپ گوش نمیدم نمیتونم دیگرانم دعوت بکنم، گوش نمیده دیگه. محتوا خیلی مهمه توی سبک رپ، اما خب با توجه به اون تنوع موضوعی که داره خیلی از موزیکاش هم میتونن صرفا فان باشن و محتوایی نداشته باشن. هر چیزی که ذهنتو درگیر میکنه و میخوای دنبالش بگردی توش هست، هر چیزی که میتونه خالیت کنه از نظر روحی و فکری، اینم باز اون همزاد پنداری است. وقتی عصبی هم ریتم تندش میتونه بهترم کنه. چه استدلال جالبی داشت، خوشمان آمد. چیزایی که میشی تو رپ گفت تو سبکای دیگه نمیشه. اینو دوست دارم و سوشیشست عشقمون. آره همون ریتم و کلامی که باب میلمه، من که گوش نمیدم. اوکی، چون اعتماد به نفس آدم رو از هر لحاظ میبره بالا. این دومی یا سومی پیامی بود که راجب اعتماد به نفس بود. اعتماد به نفس خب برمیگرد به اون آهنگای انگیزشی که واقعا هم درسته. من خودم یه بخش زیادی از اعتماد به نفسم از رپ گرفتم، اصلا خیلی خوبه، قشنگ حال میکنید. برو ترک فدایی ریاکت تازه داده. منظورش این بوده که ترک جدید فدایی رو ریاکشن برو. این ریاکشن شاپور فکر میکنم منظورش، چون دیشب گذاشتم یه فدایی که ترک نداره، شاپوره که قاسم کجایی اسم ترکش. اون یکم خیلی سیاسی، من سیاسی باشه معمولا میذارم، اما اگه خیلی سیاسی باشه یکم عذرمون موجهه. مرسی که درک میکنیم. سبکی که از درد مردم و جامعه است میتونه درک کنه. رپ برای آزادی اعتراض به چیزی که تو دلت رابط. اینم درسته، چون میتونه در هر سبکی باشه، چه عاشقانه چه اجتماعی شه. این تنوع هم باز چند بار تکرار شده. پس به نظر من اولیش میشه گفتش اولین ویژگی اون همزاد پنداری است، دومی تنوع است، سومی انگیزه دادن است. این ستاره تا حاله داشته باشین. رپ تو رو میبره به دنیای خودت، خواننده‌اش مهم نیست، مهم اینه که تو کدوم شعرها و آهنگا حس میکنی جات خوبه. بابا باریکلا، انصافا یه توصیفایی میکنین که آدم قشنگ به وجد میاد. دمتون گرم. رپ باعث میشه، ستا نقطه، توی پیام بعدیش نوشته که لال شدم نتونستم جمله مناسبی در وصف رپ بگم، فقط میتونم بگم مثل قضاست، نخوری مردی. انصافا جا داره بعد از هر کدوم از این جمله هایی که بچه ها نوشتن شما نوشتین یه سوسماس پخش شه. اینقدر خفنه واقعیت جامعه، چون خیلی موضوع و ژانرهای مختلف داره. به نظرم چون اکثر تکست خودشون رو خودشون می نویسن خیلی واقعی تره. اینم موافقم، چون توی پاپ توی 90% این اتفاق نمی افته و هر کدوم از عوامل جدان، یعنی آهنگساز جداه، شاعر جداه، تنظیم کننده جداه، خواننده جداه، فقط میاد میخونه و نمیتونه اون حسی که باید رو کامل برسونه خیلی جا، چون زیاد حرف توشه و حرفاش هم تکراری نیست. هم میشه با موزیک حال کرد، هم محتواش یه جورایی ذهن آدم رو عوض میکنه. خوشمان آمد. دیگه بیپرده بودنش، بدون سانسور بودن هم یکی از عواملیه که خیلی تکرار شده. به خاطر ریتم خفنش فاز گنگ میده بهم. اینم باز گفته بودن، چون رپ حقیقت‌های زندگی و اینا هم همزاد پنداری است. خب بروزتر، اجتماعی‌تر، ایده بیشتری دارن رپ کن‌ها و توی قلم و نوشتن آزادتر، در نتیجه بیشتر ارتباط میشه باهاش گرفت. آره یه ارشاد مانندی بالا سرشون نیست که اینجوری بشه داستان. البته خب رپرها هم خیلی هاشون با یه سری مجموعه ها مثلا رادیو جوان یه قراردادایی میبندن که اونم باز شامل یه سری ممیزی های ریزی میشه که اگر خود خواننده ها رعایت نکنن، خود اون کمپانی وقتی که میخواد پخش کنه اونا رو اصلاح میکنه. یه مثال براتون بزنم، آهنگ نردبون از آلبوم آخر سهراب ام جی که توی رادیو جوان مثلا سانسور شده بود، اینا هستش. چون اینکه خوشگل قربونت، مرسی، قابلتو نداره. رپ باعث میشه
تنهایی راحت تر بشه، مخصوصا وقتی آلبوم مرد تنهای ادی سورنا پلی میشه. موافقم. خیلی از حرفا و اینا اینم حمزه پنداری است باز، همشون دو تا موضوع مشترک دارن، یا چرا رفتی و گریه و زاری، یا دوستت دارم عاشقتم. آها این دو تا پیام داره. اصلا از آهنگای عاشقانه و آهنگایی که ناله میکنن چرا رفتی و اینا محتوا ندارن. من فکر می‌کنم در مورد پاپ داره نظر میده. ما فعلا رپ رو خواستیم بچه‌ها. استعداد و خلاقیت رو تو هیچ سبکی به غیر از رپ پیدا نکردم. پیدا میشه، اما توی رپ چون بازم اون فیلتری که سانسور بکنه نیست، خیلی آزادانه تره، واسه همین بیشتر به چشم میاد. من خودم پاپ رو ترجیح میدم، اما تمام واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، عاشقانه و غیره فقط توی رپ گفته میشن. اعتراف قشنگی بود، چون باهاش ارتباط برقرار میکنم و آرتیستاشو دوست دارم. نم خوبه. برای هر مودی موزیک داره، محتوا داره، ادبیات زیبا. چیزی که خیلی بهش توجه میشه این ادبیات هست توی سبک رپ. یعنی اصلا شاید ما قبل از این که، من خودم میگم، قبل از این که رپ زیاد گوش بدم، خیلی از آرایی ها رو اصلا بهش توجهی نمی کردم. یه بار مثلا توی مدرسه خونده بودیم یه تموم شده بود، ولی وقتی توی رپ اینا استفاده می شدن خیلی جذابتر می شدن. رپ مثل دریشه دنیامو چف کرد، دنیامو کرد با معنی چف. تکس حسین این. آزادترم چون راجع به هر چی بخوای توش پیدا میشه. اینم باز همون انگیزه و امیدم باز داشتیم. یه جور علاقه به سبک موزیکای رپ و هیپ هاپ دارم، مخصوصا وقتی رپ مفهومی باشه. رپ مفهومی خیلی قشنگتره به نظر من. اونم قشنگی خودش رو داره، البته اینم قشنگی خودش رو داره، نمیشه گفت. صرفا جهت موزیک گوش دادن بهش نگاه نمی کنم. حرف و حقیقت داخلشه و ذهنیت آدم ها رو نشون میده. بازم همون همزاد پنداریه. خیلی حالمو خوب میکنه، یه جورایی همدرده، بازم همون همزاد پنداری. یعنی این همزاد پنداریه فکر میکنم توی بیشتر پیاما نمود پیدا کرده. نوشته که گوش نمیدم چون عصبی میکنه، چون حرف دل رو میزنه و به قول پوتک که میگه من واسه همسن هام یک ژلوفنم. قشنگ گفته. کدوم آهنگی پوتک؟ چون بهم آرامش میده. سبک ترمف سبکتر سبکتر سبک پرمفهومیه فکر میکنم این میخواستی بنویسی. من با قافیه ها و فلوهاشون حال میکنم. این هم یه نکته ایه که تا قبل از این فکر نمی‌کنم بهش اشاره شده بود. چرا؟ چون که سبک رپ مخاطباشو حداقل ترغیب میکنه که یک بار برای یک بار امتحان کنن که خودشون بنویسن. و خیلی وقتا من دیدم از دل این خودشون نوشتنا یه آرتیست جدید به وجود اومده و این خیلی قشنگه که طرف اصلا فکرشو نمی‌کرده استعدادی توی مثلا نوشتن داره و خیلی مثلا سخت فرضش میکرده نوشتن تکس و شعر و اینجور چیزا رو، اما وقتی که نوشته تمرین کرده راست میگه. که باز اینم برمیگرد به همون دایره لغاتی که قبل تر یکی اشاره کرده، یعنی دایره لغات تو یکم بیشتر میکنه. پاپ یه سری قافیه های مشخصی داره که ذهن تو شاید محدود بکنه. البته یه سری پاپ ها که خیلی معدود هستن، خیلی کمن، قشنگ با ارزش ترانه می نویسن و وقت می زارن و قافیه های جدید هم دارن خلاقانه. به نظر من رپ فقط رپ چی؟ به نظر من رپ فقط رپ درد رپی که از درد نفهمیدم چی میگی. انگیزه می دارم. اوکی، موسیقی و شعر از مهمترین وسیله هایی که میشه باهاشون در آدم ها تأثیر گذاشت و رپ سبکی است که هر دو رو در خودش حل کرده فکر میکنم. قشنگ بودینم. نوشته که بیریا حرف دل هممونو میگه، چه تو عشق عاشقی چه تو مسائل اجتماعی، سبک میکنه آدمو. یکی از نکته‌هاش هم همینه ها، که توی مثلا سبک لاوی که نوشته خیلی بیپرده میگه، اصلا خودمونیه. سبک رپ یعنی فکر میکنم برای دهه 70 به بعد، یعنی 70 80 90. دهه 60 شاید خیلی سخت‌تر ارتباط برقرار بکنه با رپ، چون مثلا یه سری
نمیدونم چرا ساکت شد اینجا. یه سری موانع ذهنی شاید باشه، با اینکه خیلی از رپرها مثلا خودشون دهه 60 ان، ولی من حس میکنم که از دهه 70 به بعد خیلی بیشتر باش ارتباط میگیرن. توی کامنت ها بنویسین دهه چندی هستین. دمتون گرم. شنونده خوب نفهمیدم، وایب باحالی داره، میشه باهاش هد زد. دیسکو پارتی چون از پاپ بهتره، سلیقه‌ایه. چون بچه ها شاید باورتون نشه ولی من خیلی وقتا درخواست پاپ دارم، میگن مثلا الان فکر میکنم 3-4 روزه که فقط داریم رپ ویدیو آپلود میکنیم و یه سری ها میان توی دایرکت توی کامنت ها نگاه بکنین، هستم مطمئنا میبینین که گفتن چرا مثلا از پاپ نمیری، واسه همین نمیشه گفتش که مثلا این از اون بهتره اون از این بهتره، برمیگرده به سلیقه. و توی هر دو سبک هم کارای خوب پیدا میشه هم کارای بد. این که مثلا بخوایم بگیم یکیشون بهتره یکیشون دیگه مزخرفه، اون سلیقه نیست، اون بیشتر تعصبه. مارکت بازی نیست، مارکت بازی تعریف خیلی گسترده ایه، چون الان رپ هم یکم داستاندار شده، حالا توی بحث کنسرت شاید مثلا چیز نباشه، اما توی همین فیتای تجاری که ما داریم میشنویم، توی همین باند بازیایی که توی کمپانیا میشه، خیلی اتفاقات داره میفته که ناخودآگاه مثلا یه رپر رو میاره بالا. من عاشق نظمم و نظم رو به راحتی میشه تو قافیه و رایم‌های یه رپ استاندارد شاهد بود. قشنگ بود. آهنگای انگیزشی گوش میدم و فعلا تو سبک دیگه‌ای ندیدم. به شدت رپ نیست، چون باز رپ به خاطر همون صریح بودنش که تعارف نداره، خیلی واضح داره بهت میگه که چی میخواد و تو میتونی چی کارا بکنی، واسه همین جذابه. نوشته که ریتمش برام جذاب و موضوعات گسترده تر از پاپ هست و میشه گفت متن‌های مفهومی تری داره بستگی به خوانندش. این خوب بود، اعتماد به نفس میده. من تو پاپ اوج ناامیدی رو میبینم ولی تو رپ یه آدم دیگه هم، انگار هیچ سختی حریفم نیست. اینم باز بحث همون انگیزه دادن است. چارچوب و قانون خاصی نداره تو، نه تو بیت، نه تو بیت، نه تو شعر، اما یه نظم خاصی داره. اینجوری بگم که یه حس راحت بودن داره، چون متنش میلیاردها بار مفهومی تر از سبکای دیگه است. مفهومیه رو هستم زیاد. و دیگه همین، تموم شد. خیلی زیاد بود و چیزی تایمی که من دارم میبینم نزدیک نیم ساعت شده. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. اگر چیزی از قلم افتاد توی کامنت ها بنویسین که برای چی رپ گوش میدین، چه ویژگی رپ داره که شما رو مجاب میکنه که بشنویدش، توی کامنت ها بنویسین. این ویدیو رو برای تموم کسایی که میشناسین بفرستین، تموم نه فقط دوستاتون، برای دشمنتون هم بفرستین که بفهمن چرا رپ گوش میدیم. این نظر شما بود و توی ویدئوی بعدی سعی میکنیم که سراغ خواننده هام بریم. اگه پیشنهاد یه چیزی دارین توی کامنت ها حتما بنویسین، میخونم. دمتون گرم، مرسی که هستین. سابسکرایب و زنگوله و لایک و کامنت و فالو اینا رو یادتون نره. همراه ما باشین. قربونتون برم، مراقب خودتون باشین. به مرتضی علی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مولا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار، مگه تو چیکی هستی هر جا میرم تو